ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. مثلا ما داریم آب میشیم. نه خیلی خوبی هست، خیلی دارم بولیه. مثلا اونجا اقدامات زیادی کردیم راجع به نه که الان هم آقای طالقانی پیغام داده کنم مشغول هستن که این بخش داخلی زنگ نشه بخیر. خب درآمد اون چی میشه؟ ولی دیال اون اجازه این قسمت داخلی که خیلی خطرناکه، ولی این جلوش بگیم تا ببینیم بعد اون قسمت بعدش چه میشه. من این سوال رو در مراکش از خود اعلیحضرت کردم، گفتم اعلیحضرت آقای چطور شد که تغییر عقیده دادید؟ شما که فرمودید اویسی بیاد به چه دلیل اثاری؟ بعد اعلیحضرت فرمودن که وقتی که این آقای این حضرات آمدند و صحبت کردیم، اینها نظرشون این بود که اگر اویسی بیاد خیلی شدید عمل میکنه و بعض بدتر میشه، باید یک کسی بیاد که ملایم باشه و بتونه مردم رو ساکت بکنه و اون آقای اثاری بود، البته مطابق میل آمریکا و انگلیس بود. با درود فراوان به شما تماشاگر برنامه کوچه ایرانیان هستید، برنامه کوچه تاریخی ایرانیان همراه با نگاهی به تلاش 100 ساله ملت ایران در راه کسب آزادی های مدنی. در طی یک هفته گذشته واقعه تروریستی پاریس که ساخته و پرداخته گروه و قوم نوپای اسلامی داعش بود بر روی همه اخبار جهان سایه انداخت. تلویزیون ایران فردا هم پوشش بسیار خوب خبری از آن را ارائه داد با گزارش های همکارم آقای شاهید از پاریس در طول برنامه خبر. اما کاش که همان شنبه در برنامه اختصاصی زیر آسمان پاریس نیز این واقعه تاریخی شهر پاریس پوشش پیدا میکرد، چون اصولا این نوع وقایع فقط یک بار و بی مقدمه اتفاق میافتد و اهمیت ارائه آن به علت تکرار نشدنی بودنش بسیار است. بگذارید. سه جوان گمراه که به راحتی از احساسات آنها توسط گروه های تندرو مورد سوء استفاده قرار میگیرد، در عرض چند ساعت 17 تن را به هلاکت میرسانند و بعد هم همانطور که حقشان بود کشته شدند. اما دیدید این حرکت خشن که مثلا به دلیل چاپ کاریکاتور حضرت محمد انجام شد، خشم و انزجار کلی مردم جهان را تولید کرد، تا جایی که همه اعلام داشتن ما هم چارلی هستیم. حالا نتیجه ای را که این تروریست های گمراه گرفتن شاید شما بهتر از من بدانید. اما در همین ارتباط از داخل کشور ما یکی از مبارزین راه آزادی که در زندان به سر می‌برد، آقای حشمت الله تبرزدی، اعلامیه‌ای صادر کرد و در آن تاکید داشت که پدیده آدمکش‌های داعش سنی و داعش شیعه که به دنبال اعدام و اسید پاشی و شکنجه و زندان دگراندیشانند، شوربختانه با به قدرت رسیدن روحانیون شیعی در ایران به وجود آمده و امروزه سایر گروه های افراطی عرب از آن کپی برداری کردند. واقعیت امر هم همین است که پس از به قدرت رسیدن خمینی در ایران که همراه با ترورهای مختلف و آتش زدن بانک ها و مراکز معتبر کشور بود که نهایتا هم منجر به دستیابی به یک حکومت در خاورمیانه شد، راه را برای کشورگشایی گروه های تندرو کوچک و بزرگ باز کرد. و همانطور که آقای تبرزدی میگوید، حکومت جمهوری اسلامی الگویی شد برای تندروهای دورمانده از تمدن کنونی در جهان امروز. حالا دولت فرانسه که 5 میلیون عرب مسلمان در کشور دارد، نمی‌داند که چگونه این نابسامانی را حل کند. این مسلمان‌ها همه کوچ کنندگان قرن اخیر اروپا هستند که دنیا در حل مسئله جابجایی آنها درمانده شده است.
از کوچ ملت‌های عرب به اروپا که طی این سال‌ها منزل مهمی شده می‌گذریم و به کوچ کنندگان داخل کشور خودمان می‌پردازیم. در این هفته گزارش شد که از 58,000 روستای ایران 33,000 روستای کشور ما از آدم تخلیه شده است و دهنشین‌های ما به شهرها کوچ کردند. متأسفانه اگر ما 4 میلیون کوچ کرده ایرانی خارج از کشور داریم، در داخل کشور ما به علت کمبودهای زندگی روستایی 33 میلیون هموطن ما به شهرها و حاشیه شهرها کوچ کرده و این خود موزل بزرگی شده برای حکومتی که آمده بود نان و آب را مجانی در اختیار ملت مستضعف بگذارد. به همین دلیل شما امروز شاهد نابسامانی های بسیاری در کشور ما هستید. من دولت تعیین می کنم، من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. و اما 3 هفته دیگر سالگرد وقوع دگرگونی یا همان انقلاب در کشور ماست. وقایع نگاران جهان طی این 36 سال از زوایای مختلف این رویداد تاریخی را مورد بررسی قرار دادند. 26 دی ماه مصادف است با روز خروج شاه از کشور که اگر منصفانه و عمیق به آن نگاه کنیم این خود یک اشتباه بزرگ تاریخی بود که پادشاه ما کشور را ترک کرد. ولی این تنها اشتباه شاه نبود. گوش می‌کنیم به صحبت‌های شبانه شاه فقید با دکتر علی امینی. این گفتگو 21 روز قبل از خروج شاه از ایران انجام گرفته. با شنیدن این گفتگو به خوبی متوجه می‌شوید که متأسفانه در آن روزها شاه از دست رفته بود و دیگر توان مقابله با مخالفان را نداشت. گوش کنیم به ضبط تلفن منزل دکتر امینی توسط ساواک. بله. منزل امینی. بله. چش دارم. جناب عالی. کاخ نیاوران رو بگو. بله. بفهم صحبت. کی میخوان صحبت کنه؟ شاهنشاه صحبت میکنه. بله بله. الو. الو. قربون سلام عرض. سلام علیکم. گوشوز رو مبارک تو شاهنشاه صحبت میکنه. بله. صحبت بفرمایید. الو. الو. تعظیم عرض میکنم. بخیر. شنیدید که سنجابی صحبت از جمهوری دموکراتیک چیز ایران کرده دیروز؟ نه رو نخه. خب چیکار کنیم در این صورت؟ بخلاف قانونه. تعامل نمیشه کرد. نخیر کار بسیار بدی من نشیدم. بله از معلوم در میتینگ اون بیمارستان پهلوی بله نطق کرد و بله صحبت از جمهوری دموکراتیک خلق کرد و عجب اینطور میگن نه بده نشیدم. خب در صورت صحت چی؟ خب اگه خلایی خوی جوشو بندید پیل کنید که خواستان زحمت دیگه این ترتیب یه شعرهای اینجوری که قابل تحمل نیست. اصلا ما داریم آب میشیم. نه خیلی خود خیلی دم دارم خوردگیر نخیر بودی اقدامات زیادی کردیم راجع به نفت رو هم رفته بد نمودون باید فلسفه هم صحبت کردیم مراسل که یه مقداری در منابع بگم که مردم احتکار نکنن زمین کارگرا هم یه تعاضایی داشتن که الان هم آقای طالقانی پیغام زده کنن مشغول هستن که این بخش داخلی زنگ نشه بخره. خب درآمد اون چی میشه؟ ولی دیال اون اجازه قسمت داخلی که خیلی خطرناکه. ولی این جوش بگیم تا ببینیم بعد اون قسمت بعدش چی میشه. آقای انتظام صبح مشغول بود داشتم تلفن کردم که این اقدامات شده. 3 قسمت بودی که هم راجع به همین موضوع ارتش بود و بردن نفت که اینم کارگرها گفتن بعد این مقدار نفتم ارتش رو زیادتر میبرن و جنبه سر رزرو داره و می تعدیلی بکنن. یکم راجع به خود منطقه همون آبادان اونجا بود خوزستان که این نظامی ها رو از جمع کن خود کارگرا یه سرکارگری معیم میکنن که خودشون تأمین میکنن نظامی دخالت کنه بود همون مسائلی بود که دیشان انتظام برسون رسون. بله گفت حاضر مجادا برسون میرسونه که 3 تا قسمت بود که این قسمت رو تأمین بکنن که این نفت داخلی چون خیلی خطرناک هم هست این معطل نشه. فردا جلسه دارن. بله با نظامی ها. بله بله با نظامی ها. بله بله. ولی خب اینه من الان تغییر میکنم موضوع سنجابی اگه تایید شد. بله. خب قبول کنی؟ بله بله از آمده مشکل قبول کردنش من که دیگه اصلا اختار در میاد از همه به کلی؟ بله این دیگه صحیح نیست تو دیگه نقشه نمیشه رید؟ بله نه دیگه کی وقت دیگه کلی بل میشه بله اونجا در اون بیمارستان پهلوی اونا گفته بودن که بله ما یه جمهوری توده‌ای میخواییم مثل رومانی چایی بله نشیدم توی خیابونام که دیگه هر روز بله اینا
تهران؟ بله بله، یه دمیه طرفای سختگیری بودند و بله نمیتون مراجعه میکنن که آبخواهی این شلکون سفون درست نیست و بله. خب مقررات که هست بله. آیا صحیح نیست که مقررات اجرا بشه؟ مقررات باید اجرا بشه، اون چاره نداره. متأهل یخته البته یه تدبیری میخواد یه دسته مقررات اجرا نشه و همه چی لغو میشه. تقریبا هم دام شده دیگه. هم میگن نظام هست هم نیست. ولی یه مقدار اصلا تجاری عده شده. زندگی مردم واقعا داره لنگ میشه اینجا. اصلا من نمیدونم فردا چی میشه. بله. یعنی اگر قانون اجرا نکنی. نه قانون باید اجرا بشه. علاوه بر همه طرفا اجرا قانون هستن، دیگه شکی نیست. قانون اجرا نشه که خرج و مرجه. اصلا نمیشه دیگه. اصلا یه چیزی پیش بینی نیست. نه خیلی واقعا قابل پیش بینی نیست و در میرسن. چون یه دم همین قسمت مال سختگیریه، ادارات هم یه دی تایید میکردن که اگه گفتن آقا کسی نیاد دونش کنه همکه عمل رو بکنن، یه عملی دنبال این حرف باشه. حالا من تحقیق میکنم راجع به سنجاب. بله بچه من نشین خوندم چیزی. و اگر یه همچه حرفی زده باشه خب دیگه چاره نیست. من که اصلا اگر بگیمش. بله چون هم یه مقدار زن این تلاش ها میکنم برای که مانع آمدن صدیقی میشم. الان بله فکر میکردن که میان. بله بله این مقدار زن پیشگیری همین زن شروع میکنم به همین کار. در شهر هم فکر میکنم باید خود جلوش گرفت. بله 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 این مقدار باید جلوش گرفت برای که به این ترتیب دست و زحمت خواهد شد. مردم بیکارم زیاد هستن، این مقدار تماشاگرچی بیکارم اینا اضافه میشه، خب ترافیک مردم عصبانی میشن دیگه. یه کسی هم روی بالکن وزارت فرهنگ اومده بود همونجا که تحسن کرده بودن. بله بله. حالا تیر از کجا اومده خورده بهش تلف شده. نه. یکی از اون دکتر حالا اینم قرار بود میخوام پیراهن اسمون حالا بود که بعد یه اصلا اشخاص هم توی کارهایی میکنن معلوم نیست که اصلا بله کارهای ایرسپونسابلی تقریبا دخیل توی این دمله و این تطویر دیزا پیش میاد یه خانه خواه حتما از توی اوتوموبیل هم تیراندازی میکنن عجب خاصبال عجب افراد معمولی میان از تو اتومبیل ترنزی میکنن چندین اتوبوس آتیش دادن. بله نه خیلی مرده که البته سختگیری میخواد آقی خوش خوزونت خیلی سختگیری میخواد چاره نیست. بله اصلا در میره. من در همین فکرم دیگه که اگر ما قانون اجرا نکنیم نه چه اون اجرا قانون که حتما یک کسی ایراد نمیتونه قانون باید اجرا کرد خانه اصلا بله اصلا رفتیم نه خیلی بدون این که با آبرو هم رفته باشی. بله من مثل پیر زنا نه خیلی بله نه خیلی بله. و اما امروز ما به دنبال وقایع مهم 100 سال گذشته بیشتر آن وقایعی را مورد نظر قرار می دهیم که به کوچ و مهاجرت میلیون ها ایرانی طی این 36 سال منجر شده است. به همراه شما از این هفته آغاز می کنیم بررسی روزهای پایانی رژیم گذشته را. به دربار ایران می رویم و از زبان رئیس تشریفات شاهنشاهی وقایع با اهمیت آن روزها را جویا می شویم. دکتر امیر اصلان افشار، دیپلمات تحصیل کرده اروپا با درجه دکترای علوم سیاسی و دیپلماسی بین المللی که در ماهای پایانی رژیم گذشته مسئولیت کل دربار شاهنشاهی را نیز به عهده داشت و تا آخرین روز حیات محمد رضا شاه پهلوی در کنار او بود. و اما امروز مانند من و شما جزو کوچ کنندگان 4 میلیون ایرانیان خارج از کشور است. به شهر نیس می رویم در جنوب فرانسه و آپارتمان شخصی آقای افشار. این هم آقای مبارک هستم. اینجا پادشاه اسپانیا. اینجا حضرت هم که نشان مقرم میتم. اینجا پادشاه برخشید سلطان عمان عمر حضرت بود. اینجا خمیداس و حضرت بنده. آقای دکتر افشار خیلی خوشحالم که در نیس خدمتتون میرسم. آقای افشار سوالی داشتم در رابطه با اینکه شما از چه زمانی مسئولیت ریاست دربار شاهنشاهی رو پذیرفتید در ایران؟ بنده خیلی تشکر میکنم که علی‌تالی تشریف آوردید. بالاخره هم به زیارت شما نائل شدیم هم شاید بتونیم با هم چند کلمه صحبت بکنیم. بنده در حقیقت اونطوری که علی‌تالی اطلاع دارید کریر بنده بیشتر کریر وزارت خارجه بود. درسته. تحصیلاتم هم که در آلمان بود تحصیلات علوم سیاسی بود. ولی بعداً وزارت خارجه البته برادربار موقعی که اولیا حضرت سریا بودن و کاغذهایی از آلمان میرسید مرتب برای اولیا حضرت و کسی نبود که این کاغذها رو جواب بده، من تب شروع کردم در اون وقت به جواب دادن کاغذهایی که برای اولیا حضرت سریا میمدن.
تو این ترتیب البته راه باز شد. بعدم آجودان اعلازت شدم و بعد البته حالا جزئیات خدمت رو عرض نمی کنم سازمان ملل اینها، ولی بعدن مأمور شدم به اتریش، سفیر در اتریش شدم که در اونجا می شانس داشتم که رئیس شورای حکام به انتخاب شدم به عنوان رئیس شورای حکام سازمان انرژی اتمی که به اتفاق آراق به 25 بله. که این البته این افتخار برای بنده نیست، این افتخار برای کشورم هستش که اون وضعیت رو در اون موقع داشتیم که احترامی داشتیم. البته بعد از مأموریت اتریش من رفتم به آمریکا، بعد از آمریکا قرار بود من بیام به تهران برای تشریفات، ولی وقتی که حضور اعلیحضرت رسیدم در سماریس ایشون فرمودن که من میخوام شما برید به آلمان، برای اینکه ما با آلمان خیلی کار زیاد داریم و بعد دلم میخواد که بیشتر شما در آلمان باشید. چه تاریخی بودی؟ در تاریخ 1973. بله. بنده از اونجا مستقیم رفتم تهران و بعد دوباره برگشتن رفتم آلمان. بعد از آلمان که اونجا مأموریتم تقریبا 4 سال خورده طول کشید، یک روزی در دفترم بودم بعد از 4 سال تقریبا که مجموعه تقریبا شده 12 سال این مأموریتم پرسرم دیگه، مکزیک هم بنده بودم آخر. ولی در آلمان یک روزی یک کاغذی تلفنی شد از یکی از دوستانم و به من گفت اصلا جان سلام رئیس تشریفات. گفتم چی رئیس تشریفات؟ خلاصه یکی از دوستانم که حالا اسمش نمیبره منم خیالم شوخی میکنم. بعد دو روز بعد یک کاغذی از آقای علم اومد که ایشون نوشته بودن که اعلیحضرت هم فرمودن که شما ترتیب کاراتون رو طوری بدید که تا دو ماه دیگه حتما در تهران باشید. دیگه تقریبا برای من معلوم شد که موضوع تشریفاته، چون من عضو وزارت خارجه هستم، تلگرافات بود از وزارت خارجه بیاد، ولی وقتی که از دربار اومد یعنی که مربوط به دربار میشه. بعدم بعد از دو ماه رفتم به تهران و درست روز 28 مرداد بود که در همچین روزی من معرفی شدم به حضور اعلیحضرت به عنوان رئیس تشریفات. و البته چون خودم خیلی علاقه به تشریفات داشتم از اول، بعد موقعی هم که آجودان شاه بودم مهماندار خیلی از این رؤسای کشورها بودم اینها، فکر کردم که این دستگاه ساخته شده حقیقتا که من در اونجا خدمت بکنم. بله. از روز اول هم اعلیحضرت فرمودن که خب من شما رو میشناسم و دستوری هم برای شما ندارم، کارها رو شروع کنید طوری که سلام هست. خب در اون موقع بنده دارم تشریفات، البته این تشریفات بنده یک دورانی بودش بسیار دوران مشکل. بله. برای خاطری که در حقیقت یک سال و نیم آخر بود که قبل از اینکه تهران بیاییم و در این دوره اتفاقا مهمان‌های مهمی هم داشتیم که میادن و رئیس جمهور آلمان آقای شل آمدش به دعوت رسمی، رئیس جمهور سنگال آقای زیاد بره آمدش، آقای کارتر آمدن، آقای شیخ بحرین آمدن، خیلی عده زیادی آمده بودن. در حال خیلی فول تایم جاب بود به قول شما. علت این که منم خدمتون رسیدم امروز واقعا چون اون یک سال و نیم آخر حساس ترین موقعیت تاریخی ایران بوده در رژیم گذشته و مسئولیت شما بی اندازه در سطح بالا بوده. ما قبلا در کتاب آقای علم خوندیم که چه خصوصیاتی رژیم گذشته داشته و چگونه مسائل سیاسی در بیشتر اوقات در کاخ نیاوران انجام می شده. بعد دقیقا و پس از اون شما یک سال و نیم آخر مسئولیت بزرگی داشتین. به این جهت من خدمت رو رسیدم، خواستم سوال کنم ببینم که این مهمانانی که میفرمایید بیشتر مهمانهای دربار بودند یا مهمانهای دولتی ایران بودند؟ نه همه مهمانهای شخص اعلیحضرت بود. صحیح. یعنی خود دعوت اعلیحضرت میومدن، البته قبلا قراری گذاشته میشد همونطور که اعلیحضرت به کشورهای دیگه مسافرت میکردن اینا یا به بازدید میومدن یا برای بار اول میومدن، اعلیحضرت به بازدید میرفتن اینا، ولی همه مهمانهای شخص اعلیحضرت بودن و به همین دلیل هم در کاخ محل پذیراییشون در کاخ گلستان بود همیشه. و البته معمولاً بیشتر مهمانی‌های رسمی هم معمولاً بیشتر از 3 روز طول نمی‌کشید. سابقاً بیشتر چون یه مسافرت‌های به شیراز و اصفهان اینا می‌کردن، ولی در این سال یک سال نیم گذشته دیگه این چیزا تقریباً حذف شد. فقط رئیس جمهور آلمان خیلی علاقه‌مند بود که تخت جمشید بره و اصفهان به خصوص بره که ایشون رفتن و دوستان منم ایشون رو مشایعت می‌کردن. ولی برنامه البته برنامه انترسان ترین برنامه آقای کارتر بود که آمد به تهران.
princes and distinguished leaders of Iran from all walks of life. I'd like to say just a few words tonight in appreciation for your hospitality and the delightful evening that we've already experienced with you. Some have asked why we came to Iran so close behind the delightful visit that we received from the Shah and Empress Farah just a month or so ago. After they left our country, I asked my wife, with whom would you like to spend New Year's Eve? And she said, above all others, I think with the Shah and Empress Farah. So we arranged a trip accordingly and came to New Year's. و وقتی که من میبینم که آقای کارتر چه جور آمد و چه مطالبی رو سر میز شام اعلیحضرت گفت و چقدر اظهار خوشحالی کرد از اینی که کشور ایران رو میبینه و بعد با از شاهنشاه میخواد تعلیم بگیرن برای کاراشو اینا و بعد سریان برگشت، من تعجب میکنم که خب همین من نظر شخصی شما رو میخوام بدونم، چون شما شاهد این امر بودید در دربار شاهنشاهی، میخوام بدونم که شما چهره اون روز آقای کارتر رو دیدید ولی بعد در گوادالوپ میدونید که چه تصمیم گیری شد. در تاریخ ما مرور کردیم دیدید آقای کارتر خب تا آخر هم من فکر میکنم که این طوری که ما فکر میکنیم آقای کارتر دستی در براندازی فوق العاده ایران شخصا نداشت. مراده آقای کارتر هم شخصی بود به عقیده بنده بدون اراده و بعد گرفتار وزارت خارجه آمریکا و گرفتار نشنال سیکیوریتی کانسلشون و گرفتار وایت هاوس شده بود. بله. آقای سالیوان گزارشات حقیقتا خلاف واقع از تهران میفرستاد و علازت خودشون میگفتن این مرد خیلی آدم بدی است، حقیقتا هم آدم بدی هم بودش. بله. و بعدم جریان به طوری شد که این روزهای آخر که یعنی در دو ماه سه ماه آخر من میتونم خدمتتون عرض کنم که اعلیحضرت تصمیم گرفتن و گفتن که من شخصا میخوام خودم برم به آمریکا و این که اعلیحضرت از ایران رفتن یکی از دلایلش البته مریض بودن، بیمار بودن، ولی یکی از دلایلش هم این بود که ایشون علاقمند بودن برن به آمریکا. آقای افشار، حالا اینجا سوال اول من تازه مطرح میشه، چقدر شما به عنوان مسئول تشریفات دربار شاهنشاهی از ناراحتی و از سلامت یا عدم سلامت شاه فقید اطلاع داشتید؟ والا بنده حقیقتا میتونم خدمتتون عرض کنم که بنده خیلی اطلاع زیادی ندارم، برای خاطری که بنده خودم دخالتی در این کارا در حقیقت نمی کردم، ولی خب من هر روز می دیدم که اعلیحضرت بعد روزا که میان مقداری حب بفتش خدمتشون و بعد هم بروزم به من گفتن این نقل نبات من هم ایناییست که شما می بینید من هر روز می خورم. و البته اعلیحضرت دیگه ضعیف شده بودن، خیلی ضعیف شده بودن و فقط خدمتتون میتونم عرض کنم که سه بار اعلیحضرت به من فرمودن که امشب دو سه نفر طبیب از فرانسه میان به تهران، شما یه نفر دو نفر از تشریفات بفرستید برن به فرودگاه استقبال بکنن از اینا و اینها رو بیارن و بعدن وقتی هم که میرن به هدیه هم به اینا داده بشه. خب این دفعه اول، دفعه دوم هم همینطور. دفعه سوم که اینو فرمودن من از دوست و همکارم که خدا حفظش کنه خیلی دوست بزرگی بودن و هستن همیشه سلامت باشن، آقای امیر رستم بختیار بود. به آقای امیر رستم بختیار گفتم رستم جان این کی هستن که اعلیحضرت مرتب میفرمان اینقدر از اینا پذیرایی بکنن؟ اینطوری شایع کرده بودن البته. بعد آقای بختیار به من گفتن که ملکه مادر مبتلا شدن به مرض سرطان و اینها میان برای معالجه ملکه مادر. صحیح. و خب پس معلوم بود برای یک همچین معالجه می آمدن ولی شایع کرده بودن که برای ملکه مادره، چون نمیخواستن که معلوم بشه که بله، چون پزشک خصوصی شاه در وین کتابی در این مورد نوشتن و گفتن که حدوداً سه سال قبل از این واقعه فقط به اطلاع شهبانو رسوندن و کسی دیگه اطلاع نداشت. در این مورد بنده میتونم خدمتتون عرض کنم که علازه تختی که به وین تشریف می آوردن اون موقع منم در سفارت بودم و آقای پروفسور فلینگر هم که میدونید دکتر
علازت بود. خیلی هم علاقه به علازت داشت. علازت هم خیلی علاقه به آقای پروفسور فلینگر داشتن. در اون موقعی که آقای علازت تشریف بردن، یک روز که من به اتفاق اجتماع درکا بهشون رفتم به بیمارستان که آقای فلینگر یک معایناتی بکنن، رفتیم توی اتاقی که بالاش نوشته بود ایزوتوپ. و خب این معلوم بودش که این یه چیزی هستش که ارتباطی پیدا میکنه با این نوع امراض. ولی من در اون موقع فکر کردم که این یه چیز روتینه یا چکاپ دارن امتحان میکنن. و این موضوع گذشت تا اینکه اتفاق شد و علازتم درگذشتن. و من وقتی که رفتم به وین، هر دفعه میرفتم به دیدن پروفسور فلینگر. فلینگر به من گفتش که در سال 1969 من میدونستم که علازت این ناراحتی ها رو پیدا خواهد کرد، و در اون موقع این ناراحتی رو من به هیچ کس نگفتم و فقط به دکتر عیادی گفتم. درسته. و گفت که من به دکتر عیادی مثلا گفتم و از آقای دکتر عیادی هم خواهش کردم که این موضوع رو محرمانه نگه داره. و بعدم آقای دکتر عیادی هم البته اون کارهایی که باستی انجام بده حکمان انجام میداد دیگه بس. و البته این اولین دفعه ایست که بنده این چیز رو شنیدم. خب آقای افشار، شما یک سال و نیم آخر رژیم گذشته رو مسئولیت خیلی بزرگی در ارتباط با دربار شاهنشاهی داشتید. من یک سوال شخصی از شخص شما دارم. فکر میکنید آیا این درست بود که جامعه و یا کسانی که قدرتی در کشور داشتن نمیدونستن که شاه فقید یک چنین مرضی داره، یا غلط بوده این امر؟ یعنی افشا نکردنش رو شما امروز تشخیص میدید که کار درستی بوده، یا فکر میکنید که بهتر بود افشا؟ فقط در دو کلمه میتونم جواب بدم که ای کاش افشا میکردن. ای کاش افشا میکردن، برای که در هر حال ملت ایران ملت زود چیزی نیست که در حال دلسوزی داره. میدونید اصلا ملت دلسوزی هستن و مطمئنن ناراحت میشدن. چرا افشا نکردن به دستور کی بود من اطلاع ندارم. خب اصولا پروتکل این در کسانی که در رأس حکومت هستن نباید خیلی سریع افشا بشه و خیلی ها بدونن. آقا ملاحظه بفهمید که در آمریکا مثلا هر روز آقای بوش میدوه، اگرم قلبش درد میکنه بگه که من اینقدر سالم هستم که میتونم این مانیتور رو بچرخونم. خب علاوه هم وقتی که سالم هستن میتونن، ولی وقتی که ناراحت هستن در مملکت امیدواری میفهمیدن که من والله حالم این طوره، گرفتاریام این هست اینا، و مطمئنن در جامعه یک اثر دیگه میگذاشت. البته این نظر بنده هست. خب آقای افشار، من فکر میکنم مجموعاً با شناختی که ما از اون تاریخ دو سه سال آخر رژیم گذشته داریم، تصمیم گیری های شاه فقید خیلی ضعیف شده بود. مثلا از شما میخوام سوال بکنم در ارتباط با انتخاب ازهاری. بله. چون در دوره مسئولیت شما بود. بله بله. همون موقع بود. بله. و نمیدونم چگونه این به وقوع پیوخت. ممکنه شما بفهمید که شاهدش مسائلی بودید؟ اطاعت میکنم، ولی برای اینکه این عرض کنم مجبورم یکی دو روز عقب برم. خواهش بکنم. و بنده در دفترم بودم و دفتر من البته در تشریفات بود، ولی من از صبح که میامدم به دفتر اعلیحضرت که دفترم چسبیده بود به اتاق پذیرایی اعلیحضرت، تقریبا تا غروب اونجا میموندم. یک روز ظهر، ببخشید ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر بود، تیمسار هاشمی نژاد به اتفاق سپهبد بدرعی آمدن به دفتر من و گفتن که آقای افشار خیلی وضع خرابه و شلوغ شهر و باید کاری کرد، نمیشه اینطوری اینا رو ول کرد، برای اینکه مردم حقیقتا دیگه مستصل شدن. اینو شما به عرض علازت برسونید و بگید که آخه دستور بدم ما یه کاری انجام بدیم. باز من اینجا سوال بعد مطرح کنم، آقای افشار، حالی که گذشته 27 سال از اون دوران گذشته، چگونه بود که این مسئولین کشور نمیتونستن خودشون سریعا به اعلیحضرت این رو؟ بله، وقت بنده هم همین عرض کردم. بله. گفتم آقای، گفتم تیم صاحب، من شغلم یه شغل دیگه است و البته من مطالبو همیشه به اعلیحضرت میرسونم، ولی شما هستید، ارتشی هستید و خواهش میکنم شما خودتون بیاید تمامی مطالبو به اعلیحضرت برسونید. دیدم راه دستشون نیست. گفتم خیلی خوب، من به شما یه پیشنهادی میکنم. علازت من وقتی که از پله ها اومدم پایین و خواستن سوار اتومبیل بشن از کاخ پایین برن به کاخ بالا چون خودشون اتومبیل میروندن، من میام با ایشون پایین، شما همه در اون موقع اونجا جلوی اتومبیل علازت ایستاده باشید،
شما باشید و تیم سار هاشمی نژاد، خسرو داد، معین زاده و کامبیز آتابای. و بنده آمدم علازت تشریف آوردم پایین، بنده به دنبال ایشون آمدم علازت آمدن دم اتومبیل که سوارشن نظامی ها البته ادای احترام کردن، علازت هم سریع تکون دادن. همچین که علازت خواستم پاشون رو بذارن توی اتومبیل سوارشن، من زانو زدم زدیم و دو پای علازت و مچ پای علازت به قدری محکم گرفتن که اجاشون نمیتونن تکون بخورن. بعد به من گفته چیه چیکار چی اتفاقی برای چی گفتم که قربان آخه علازت یه فکری برای مملکت، اینم یه فکری برای مملکت بکنید، یه مملکت داره از بین میره، تمام مغازه ها رو خورد کردن، تمام بانک ها رو خورد کردن، اسناد مردم رو پایین میریزن، آتش زدن، اصلا به قدری مملکت شلوغه. چند تا آقای شهردار تهران هم خودشو تابع آخوند چیزا کرده درسته خمینی بله علازت اینجوری نمیتونه ادامه داشته باشه، استدعا میکنه من علازت یه امری بفرمایید، یه امری بفرمایید یه کاری. در همین موقع اینا هم سلام دادن و آقای ببخشید خدا رحمت کنه خسرو داد افتاد پایین و به علازت گفت علازت هم مگه ارتش چیکار میکنه الان در شهر؟ خسرو داد گفت ارتش هیچی، به ارتش بی احترامی میشه، فقط کار دیگه نمیشه. بعد علازت خیلی ناراحت شد، به قدر ناراحت شدن که ایشون دیگه سوار اتومبیل نشدن که برونن برن، پیاده رفتن بالا. موقعی که پیاده میرفتیم بالا علازت به من فرمودن که تلفن کنید به اویسی بگید اویسی تو دفترش باشه باش کار دارم. ما رسیدیم به کاخ بالا، بنده از اونجا تلفن بکنم. همه خیلی خوشحال شدن، گفتن که آقا دیگه الان اویسی که بیاد دیگه کار تمام و خیلی خوشحال تو اتاق دیگه نشسته بودیم منتظر بودیم تا علازت اوامری دیگه بفرمایه. بعد در این موقع علازت من رو صدا کردن و فرمودن که تلفن کن که سفیر آمریکا و سفیر انگلیس هم بیان من ببینمشون. تلفن کردم به سفیر آمریکا، سفیر آمریکا گفت که من البته میتونم بیام، خونه من بالای شهره، ولی خب قسمت پایین شهر آتش زدن و سفیر انگلیس نمیتونه بیاد، میترسه بیاد، رفته در سفارت انگلیس، سفارت فرانسه پناهنده شده. صحیح. تلفن کنید بهشون. من تلفن کردم به سفارت فرانسه و سفیر انگلیس صحبت کردم، گفت من میترسم بیام و شهر شروعه. گفتم ما یه اتومبیل زرهی از ارتش برای شما میفرستیم که شما رو به اتومبیل زرهی بیارن و بدرهی فرستاد و ایشون هم با اون اتومبیل اومدن. بعد هر دو آمدن و به هر دو با هم شرفیاب شدن حضور علازت. بعد از یه نیم ساعتی که تمام شد اینا آمدن بیرون، علازت من صدا کردن و به من فرمودن تلفن کن به ازهاری بگو فردا دولت شو تعیین کنه. گفتم علازت آخه فرمودید که اویسی در دفترش باشه. فرمودن نه تلفن کنید که من دیگه کاری باش ندارم، تلفن کنید ازهاری بیاد. فردا صبحم که آقای ازهاری تشریف آوردن هنوز نمیدونستن اصلا چه دولتی درست بکنن، کیو اصلا بذارن، کسی نبود که پیدا بکنن بذارن حقیقتا به این سرعت. که بعدم همون روزم اون موضوع صدای انقلاب شما و فراینا بود که در همون روز بچون در اون موردم از شما من سوال دارم آیا شد در حال این اصحاری به این ترتیب شد آمد. و مردم هم البته خدمتون عرض کنم در روز اول و دوم خیلی ساکت شده بودن برای اینکه حکومت نظامی اعلام شده بود و فکر میکردن که حقیقتا دیگه نم ساکت بود شد، ولی بعد دیدن آقای اصحاری که دیگه در مجلس میرن دعا میخونن. خب شما آقای افشار فکر میکنید که این انتخاب غلط در اثر چه عواملی به وقوع پیوست؟ والله بنده متاسفم عرض کنم که من به این سوال خودم همینطور که حضرت علی فرمودید من این سوال رو در مراکش از خود علازت کردم. گفتم علازت آقای چطور شد که تغییر عقیده دادید؟ شما که فرمودید اویسی بیاد به چه دلیل اثاری؟ بعد علازت فرمودن که وقتی که این آقای این حضرات آمدند و صحبت کردیم، اینها نظرشون این بود که اگر اویسی بیاد خیلی شدید عمل میکنه و بعض بدتر میشه، باید یک کسی بیاد که ملایم باشه و بتونه مردم رو ساکت بکنه و اون آقای اصفاری بود، البته مطابق میل آمریکا و انگلیس بود. در هفته آینده نیز به ادامه سخنان دکتر امیرحسن افشار میپردازیم. پس از آن مینشینیم پای صحبت دکتر محسن سازگارا و همچنین ایرج پزشکزاد با خاطراتش از انقلاب ایران و آنگاه صحبت مفصل ما با دکتر عباس میدانی را شاهد خواهید بود. با او دلایل سرنگونی رژیم گذشته را زیر ذره بین می‌گذاریم. با ما باشید تا در لابلای این بررسی‌های تلویزیونی به دلایل این کوچ اجباری بزرگ بیشتر پی ببریم.
در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.